بعد اساسا در واقع این افراد گروهی هستن که هم بازوی قوی دارن، یعنی میتونن صحبت های خودشون رو اعمال بکنن و هم صدای رسایی دارن، یعنی در یک جایگاه اجتماعی و سیاسی و قدرتی خاصی ایستادن توی کشور. بله بله، یعنی یه سری قلدر رو نمیدونم چماق به دست و میکروفون به دست شروع میکنن به تکرار دروغ و تهمت و حرفای غلط زدن درباره اقلیتی و شروع میکنن به زورگویی و حمله کردن به اون اقلیت. حالا میگم همیشه داستان فقط جفا رو مسیحیان نیست، رو هر گروهی که یک اکثریتی میخواد آزار برسونه به یک اقلیت ما این پترن رو میبینیم که یه تعادل تو اون منطقه نیست، یه آدم متعادل و اهل عدالت، بعد یه آدم قلدر میاد میکروفون رو میگیره شروع میکنه به دروغ پرورش دروغ، توسعه دروغ، تکرار دروغ، یه سری هم افراد به چماق به دست میان وسط میریزن شروع میکنن به کتککاری و جفا رسوندن و این تکرار میشه. پس این یک پترنیه که بارها و بارها میبینیم اتفاق میفته و خیلی مهمه که ما مسیحی‌ها، حالا مسیحی‌های ایرانی تو دنیای امروز، آگاه باشیم از این تاکتیک‌ها و سعی کنیم جواب دروغ رو با حقیقت بگیم و سعی کنیم وسیله‌ای باشیم که افراد افراطی نیان میکروفون به دست بگیرن و شروع کنن به تهمت و دروغ‌های دروغ گفتن نسبت به ماها در جامعه ایرانی. درسته. بعد ساسان با توجه به گفته‌هاتون، آیا این جفا و این مشکلی که حالا داریم امروز راجع به مسیحیان سعی می‌کنیم صحبت کنیم و راجع به تمام فرقه‌ها هم تو که صحبت کنیم بعد جامعه وارد میشه، آیا این همش یک چیز منفی هست؟ آیا نمیشه اینو به یک چیز مثبت، یک چیز خوبی در آورد، عوض کرد جهتش رو؟ فقط یک چیزی هست که نابود کننده و تخریب کننده هست؟ نه خیلی خیلی سوال عالیه. نه دقیقاً به نظر من همیشه ما باید نگاه بکنیم که خدا داره توی حتی این شلوغی ها و جفاها چه کاری میکنه، چه علامت های مثبتی حتی توی این هرج و مرج ها و توی این جفاها میشه دید. دو نکته رو من مثال میارم. یه نکته اول اینه که جفا به کلیسا خودش نشون میده که کلیسا داره رشد میکنه، کلیسا توی جامعه داره جلو میره، کلیسا داره پیغام انجیل رو توسعه میده، انجیل داره نفوذ پیدا میکنه تو اون جامعه. واسه همینه که افراد شریر میخوان روبرو بشن با رشد انجیل، با توسعه کلیسا، و میخوان شروع کنن به جفا دادن کلیسا. اگه یک کلیسای بی بخار، بی حال، بدون فعالیت یه جایی باشه، هیچ کسی نمیاد اون کلیسا رو آزار بده. درست. چون اون کلیسا اصلا مطرح نیست. ولی همینی که پس یه گروه شروع میکنه حمله به کلیسا، به نظرم خودش رشد سلامت اون کلیسا، نشانه رشد و سلامت اون کلیساست. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما با یه خدایی سر و کار داریم که همیشه از جفاها استفاده کرده برای گسترش پیغام انجیل. همون شما امروز اون صحبت تثلیث رو که میکردید، یک الهیدان، اسم اون الهیدان رو گفتید یا هنوز گفته نشده اسم اون؟ بله بعد اون رهبر کلیسا رو تثلیث رو میگن که گفتیم. بله آره تثلیث. بله من گفتم نکنه من یه جوابی بدم. بله و همین اشخاص بوده، همین ترتولیان بود که برگشت گفتش که خون شهدا بر خدا استفاده میکنه، خون شهدا رو برای رشد بذر کلیسا، رشد کلیسا. پس همیشه جفاها هم باعث شده، نه همیشه ولی خیلی وقتا خدا از جفاها استفاده میکنه برای رشد ایمان جامعه مسیحی، برای بیداری جامعه که چرا مثلا مسیحی رو دارن اینقدر آزار میدن، مگه مسیحی ها چی میگن؟ پس بریم تحقیق کنیم که مسیحیت چیه که اینقدر تحت آزار این افراد مظلوم دارن قرار میگیرن، و خود همین باعث توسعه انجیل میشه. من یه مثال میخوام از ایران خودمون الان بیارم. ببینید همینی که توی همین چند هفته گذشته، من فقط یک نکته خودم میخوام مثال بیارم، اگه شما هم مثالی دارید خواهش میکنم مطرح بکنید. همینی که تو ایران ما تو این دو سه هفته گذشته بی بی سی درباره دستگیری مسیحی‌ها گزارش داد، وایس آف امریکا با برادرمون یوسف حبسپیان مصاحبه کرد، و این موضوع اینی که آقا مسلمان‌های و خود مقامات دولتی دارن هی این مسئله رو تکرار میکنن که ایرانی های مسلمون دارن مسیحی میشن. حالا تهمت میزنن اینا صهیون نیستن، اینا نمیدونن با خارج سر و کار دارن، اینا که تهمت های علکی و دروغ، به غیر از دروغ چیزی نیست. ولی همینی که الان تا اونجایی که بنده خبر دارم تو این 30 سال جمهوری اسلامی
اولین باری که یه ایرانی معمولی که شاید تماسی نداره با ماهواره‌های مسیحی، انجیلی نداره، کلیسایی نداره، مسیحی دور و برش نیست، همیشه فکر میکرده اگه تو یه مسیحی ایرانی هستی حتما یا آشوری هستی یا ارمنی. واسه اولین بار این موضوع داره تو سطح کل جامعه ایران مطرح میشه که یک ایرانی مسلمون میتونه به عیسی مسیح ایمان بیاره. و همینی که این موضوع داره توی آگاهی مردم میاد، خودش به نظر من پله خیلی مهمیه. و همینی که ما این سوالو مطرح کنیم تو جامعه ایران که آقا چرا دین و مذهب باید اجباری باشه؟ دین و مذهب چرا باید ارثی باشه؟ دین و مذهب چرا باید با زور شمشیر و شکنجه و زندان باشه؟ چرا یک انسان آزادانه خودش نمیتونه ایمان خودش رو تحقیق بکنه و انتخاب بکنه؟ اینا به نظر من سوالات مهمیه که الان تو دنیای ایران خیلی داره مطرح میشه به طور خیلی وسیع به خاطر همین اقداماتی که دولت اخیراً بر ضد کلیسا در ایران کرده. به نظر من بعد اساساً در تایید حرفتون اتفاقا من کانال‌های خبری آمریکا رو که می‌دیدم چقدر دولت مردان آمریکایی با مسلمانان و رهبران مسلمان در مورد اعتقاداتشون و در مورد جفاهایی که بر کلیسا میاد به مذاکره نشستن و چقدر دیدگاه اسلامی داره در این مورد مطرح میشه و افراد واقعا دارن به دیدگاه‌ها و عمق الهیات مسیحی و الهیات‌های دیگه‌ای که در دنیا هست نگاه می‌کنن. و این واقعا هم تو گفتید نه فقط در ایران بلکه جفایی که کلاً در دنیا هست داره این رو امروزه نشون میده. و خیلی جالبه که در طول تاریخ مسیحیانی که مسیحیان واقعی همیشه در جفا بودن، مسیحیانی که شاید چیزی برای مبارزه نداشتن، هیچ وقت اسلحه‌ای به دست نگرفتن، ولی همیشه مورد تهاجم قرار گرفتن. و این خودش نشون میده که اون قدرت زمان یک چیزی در اینها میدیده که به قول معروف ترس برش میداشته که بخواد بره با اونها مبارزه بکنه. خیلی شما خیلی قشنگ گفتید، کسایی که خیلی مظلوم هستن در واقع مورد ستم اینجور افراد قرار میگیرن. شاید به ظاهر آدم میگه اینا مگه چه مشکلی میتونن داشته باشن برای قدرت اون زمان، اونایی که نه قدرت میخوان نه هیچ، ولی اونها یک چیزی میبینن در اینها که این ترس در اونها ایجاد میشه که برن اونها رو مورد شکنجه قرار بدن. نه من میخوام بگم برگردیم به اصل ایمانمون که امپراتوری روم با تمام اون ابرقدرتیش اومد این عیسای ناصری رو به چوب میخکوب کرد، مصلوب کرد و فکر کرد این آخر این حرف هاست. دقیقا اون شد این ملکوت خدا و این حرف ها. ولی با رستاخیزش مسیح نشون داد که نه، امپراتوری روم نمیتونه با حقیقت خدا رو نابود بکنه. همون شکنجه ها و جفاهایی که شاگردان مسیح تجربه کردن، زندان ها و حتی اونها هم شهید شدن شاگردان مسیح، امپراتوری روم فکر کرد الان دیگه مسیحیت تموم میشه، ولی میبینه که نه، بعد از 3 قرن امپراتوری روم زیر و رو شد با این پیغام. پس نه، دنیا نمیتونه با مرگ و کشتار و شکنجه و زندان پیغام خدا رو نابود کنه. از همیشه هم این رو دیدیم و این واقعیت امروز هم داره توی ایران ما هم این اتفاق رو ما داریم مشاهده می‌کنیم. بر اساس من خواهم برگردم به صحبت اولی که داشتید می‌کردید، جاده بود. برگشت گفتید نه فقط برمیگردین جفاها به مسائل قومیت‌های مذهبی که وجود داره، بلکه دولت کمونیستی کره شمالی رو مطرح کرد. کلا می‌تونید برای ما یه خورده باز بکنید که جفایی که ما داریم بر کلیسا امروز شاهد هستیم از چه جنبه‌هایی می‌تونه بر کلیسا وارد بشه؟ چه کدوم‌ها شاید بیشتر در رأس قرار داره؟ بله همین نویسنده همین کتاب رو ازش استفاده میکنم. یه فصلی رو داره که انگلیسیش میگه 7 strands of persecution یا حالا 7 ریشه‌ای که باعث جفا میشه، 7 از ریشه های جفا. و میگه یک نوع جفا وارد دنیا میشه، به نسبت به کلیسا وارد میشه به خاطر ایدئولوژی. حالا میگم ایدئولوژی کمونیسم چین یا کره شمالی میتونه باشه یا ایدئولوژی چپای آمریکای لاتین میتونه باشه. پس ایدئولوژی یکی از اون فاکتورهایی که باعث جفا به مسیحی‌ها شده و میشه تو دنیای امروز. یک جفای دیگه منبعش دولت‌ها هستن، دولت‌هایی که مثلا میگم یه سری کشورها از نظر قانونی میگن آقا مسیحیت آزاده، ولی میبینیم یک عالم خود دولت‌ها قانون خودشونو زیر پا میذارن و به مسیحی‌ها جفا میرسونن. همین دولت ایران ما که توی قانون اساسیش میگه مذهب آزاده و اقلیت‌های مذهبی آزادن و اهل کتاب قبول شمرده میشن، ولی میبینیم مسیحی‌ها رو چقدر تحت جفا قرار میدن. پس میتونه قانون اساسی یه مملکت یه چیزی بگه، ولی دولتش یه طور دیگه عمل کنه. بعضی وقتا جفاها و خیلی وقتا، نه فقط بعضی وقتا، اکثر وقتا به نظر من و این نویسنده اینو اشاره میکنه، جفاها جفاهای دولتی نیست، بلکه خود خانواده
خود خانواده جفا میرسونه به کسی به خاطر که اون شخص مسیحی شده. حالا میگن خانواده میگه تو مرتد شدی، تو ما رو، تو سنت و دین ما رو زیر پا گذاشتی، برو از خونه بیرون، اخراج میشه. پس بعضی وقتا جفا از خود خانواده ها و فامیل ها به یه شخص میرسه، بعضی وقتا جفا از طریق فرهنگ. نویسنده اشاره میکنه به یه دهاتی توی یه کشوری که وقتی یه عده مسیحی شدن، اون دهاتی ها میگفتن الان اون ارواح پدران و مادران ما که این ارواح ها توی دهات ما ما رو برکت میدن یا ما رو لعنت میکنن،